به ازای مقادیر از آوبی تابع با ضابطه قدر مطلق x کوچکتر از یک x به راکت x قدر مطلق x بزرگتر مساوی یک ax به اضافه b بر روی r پیوسته است. a کدام است؟ خب ببینید بچه ها، شما توی تابعای چند ضابطه نقطه مرزی براتون بسیار مهمه. اینجا رو نقطه مرزی ما قدر مطلق گذاشتیم. من نه طراح. قدر مطلق رو باز کن. وقتی که میخوایم قدر مطلق رو باز بکنیم، الان اینجا میگه x بین منفی 1 و 1، x در براکت x، x بزرگتر مساوی 1 یا x کوچکتر مساوی منفی 1 ax به اضافه b. این تابع منه. چند تا نقطه مرزی دارم؟ دو تا، هم 1 هم منفی 1. یه بار برای 1 میام حد راست، مقدار و حد چپ رو بررسی میکنم. خب حد راست تو یک اونجایی که نوشته x بزرگتر از یک، کجا نوشته؟ این پایین. یک بذار میشه a به اضافه b. مقدار برای یک اونجایی که مساوی داره، کجا مساوی داره؟ این پایین. یک بذار میشه a به اضافه b. حد چپ اونجایی که نوشته x کوچکتر از یک، کجاست؟ اون بالا. حالا اول باید براکت رو تعیین کنیم. کوچکتر از یک مثلا 9 دهم، 9 دهم بذار تو براکت، براکتش صفره. آقا صفر تو هر کی ضرب بشه صفره. پس آی به اضافه به باید صفر باشه. چرا آقای طاهری؟ چون برای پیوستگی باید حد راست و حد چپ و مقدار با هم برابر باشه. اینوز کنار. حالا بریم تو منفی 1 بررسی کنیم. دوباره تو منفی 1 یه حد راست می‌خوایم، یه مقدار، یه حد چپ. دوست عزیز من، الان حد راست جایی که نوشه x بزرگتر از منفی 1 اینجاست. اولا ما براکتش رو تعیین کنیم. x بزرگتر از منفی 1 یعنی مثلا منفی 9 دهم. منفی 9 دهم تو براکت میشه منفی 1، پس میشه x ضرب در منفی 1. جای x همون منفی 1 بذاریم، منفی در منفی مثبت میشه 1. این از این. مقدار جایی که مساوی داره این پایینی است میشه منهای آی به اضافه بی. حد چپ جایی که نوشه ایکس کوچکتر منهای یک تو این پایینی است، باز میشه منهای آی به اضافه بی. پس باید منهای آی به اضافه بی برابر باشه با عدد 1. حالا عزیز من این دوتا رو با هم جمع کن. شما آ بپره، آ که پرید، این دستگاه در واقع دیگه، دو بی میشه 1، بی میشه 1/2، آ هم میشه منفی 1/2. حالا چی خواسته یارو؟ آ رو خواسته منفی 1/2 گزینه است.